گفتگو میکنم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی. سلام میکنم به شما جناب حسنیاری. آمریکا در حال ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای برای مقابله با اونچه که حمله احتمالی جمهوری اسلامی، این ائتلاف قرار مثل حمله گذشته یک سپر دفاعی برابر جمهوری اسلامی ایجاد بکنه؟ درود بر شما آقای مهندس و درود بر ملت شریف و شجاع ایران. با این عجله‌ای که کوریلا وارد منطقه خاورمیانه شده، به اعتقاد من جنگ میتونه هر لحظه اتفاق بیفته. حضور کوریلا در منطقه خب نظیر اون چیزی که در حدود چهار ماه پیش دیدیم، زمانی که جمهوری اسلامی تعدادی پهپاد و موشک رو روانه فضای اسرائیل کرد. در اون زمان هم آمریکایی‌ها با شرکای بسیار نزدیک خود موفق شدن که اون سپر دفاعی رو که شما اشاره کردین به درستی به وجود بیارن، و اون خب کاری کرد که جمهوری اسلامی نتوانست از حمله خود موفقیتی به دست بیاره. در این امروز هم از اونجایی که این حضور کوریلا در منطقه بعد از جلسه ای صورت میگیره که جمهوری اسلامی با گروه های مزدور خود، به خصوص حزب الله، گروه های حاضر در سوریه و همچنین عراق و یمن داشته، احتمال زیاد آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که حمله جمهوری اسلامی گروه های مزدور قریب الوقوع است، و به همین خاطر هست که اون سپری رو که بسیار کارا بوده و کارایی بسیار بسیار بالایی داشته در حمله جمهوری اسلامی، این بار هم به وجود بیاد. منتها به این بار به احتمال بسیار زیاد وضعیت متفاوت خواهد بود با پیش، به خاطر اینکه از یک طرف جمهوری اسلامی اعتبار ناچیزی رو که نزد گروه های مزدور خود داشت، به خاطر تعلل بسیار زیادی که برای برخورد با اسرائیل کرده از زمان حمله تروریست های حماس به اسرائیل، این باعث شدی که گروه های مزدور تا حد زیادی نسبت به توانایی ها و به خصوص اراده سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی به شک بکنند، و به همین خاطر هست که احتمالاً جمهوری اسلامی این بار سعی میکنه که با شدت بیشتری برخورد بکنه با اسرائیل. و از طرف دیگر خب آمریکایی ها، متحدین آمریکا در منطقه و پاره از کشورهای عربی هم که جزء این ائتلاف نانوشته هستند، اونها هم خود را آماده میکنن برای هر گونه احتمالی، به خصوص که جمهوری اسلامی تهدید کردی کشورهای عرب منطقه رو که اگر این کشورها فضای خود رو در اختیار نیروی هوایی اسرائیل قرار بدهن، با اونها برخورد سخت خواهد شد. بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده که آمریکایی ها در پی بازسازی و یا به اصطلاح به حرکت در آوردن مجدد اون سپر دفاعی باشند، و از طرف دیگر جمهوری اسلامی و گروه های مزدور خود آماده می شوند تا اینکه اون کاری رو که بارها و بارها رهبر جمهوری اسلامی قول داده ولی همواره به تأخیر افتاده، احتمالاً اون رو انجام بده. آقای حسنیاری، شما هم در صحبتاتون اشاره کردید که حملات جمهوری اسلامی این بار متفاوت خواهد بود. منابع غربی هم گفتن که ابعاد این حمله به نظر میاد که بزرگتر از حمله باشه که چند ماه پیش شاهدش بودیم. فکر میکنید که این بار به قصد وارد کردن تلفات جدی به اسرائیل این حملات انجام میشه؟ احتمال چنین هست، به خصوص که جمهوری اسلامی در حمله پیشین خود ضعف‌های بسیار زیاد ساختاری رو، ضعف‌های کاربردی خود رو برملا کرد در جلوی دیده مردم منطقه و جهان. بنابراین انتظار میری که در این مرحله اگر که جمهوری اسلامی به چنین خطایی دست بزنه، با شدت بیشتری حمله بکنه، احتمالاً موشک‌های مدرن‌تری رو، کارآورتری رو به کار ببره، و همینطور گروه‌های نظیر حزب الله و این حوثی‌ها رو، به خصوص اینها رو فعال‌تر بکنه که اونها هم در کنار
حمله جمهوری اسلامی حملات خود را انجام بدن، برای اینکه حجم این حملات باعث بشه که به خاک اسرائیل، به مردم اسرائیل تلفات و خساراتی وارد بشه. بنابراین باعث دیدی که جمهوری اسلامی تا چه حد در این راه مصمم هست و آیا این اجباری که برای خود به وجود آورده با این سیاست بسیار غلطی که در پیش گرفته، سیاستی که بیشتر به حرکات بیمارگونه رهبر جمهوری اسلامی میماند تا دفاع از منافع ایران، اینها خب خطری رو که به وجود میارن برای ایران خواهد بود، ولی به خصوص برای جمهوری اسلامی، برای رژیم جمهوری اسلامی هم. بنابراین ابعاد حمله احتمالی جمهوری اسلامی و گروه های مزدور خود میتونه پاسخ اسرائیل، آمریکا و متحدین اونها رو در منطقه روشن‌تر بکنه. بنابراین اگر جمهوری اسلامی دست به کار بزرگتری نسبت به اون کار اولیه 4 ماه پیش خود بزنه، خب به طبع در مقابل بایستی انتظار داشته باشه که کشورهایی که مقابله میکنن با این حمله جمهوری اسلامی، اونها هم به از توان بیشتر نظامی خود استفاده بکنن و احتمال این که خسارات جدیتری نسبت به گذشته بر سپاه پاسداران و توان ضد هوایی جمهوری اسلامی وارد بکنن، این احتمال بسیار بسیار زیاد است. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون های حسنیاری.